اصل لب مطلبمون اینه که از همین امروز این روز بعد آویز گوشه می‌کنیم که آقا عجب، پس خدا یه شکر ویژه اساسی و فلان اینجوری کردیم برای اینکه اولیاشو داد و این اولیا اینجوری زجر کشیدن. که من چی کارم؟ یه تو هم یه تو تیم تمرینات نظامی آموزشی این تکاورا رو آدم ببینیم که مطمئن نمیخوای بری؟ خیلی سخته دیگه این آموزشی هاشون. ما پدرم ارتش بازنشسته است، میگفتش که اون اوایل جنگ بودیشون رفته در ارتش، گفت ما رو به خاطر اینکه زودتر بفرستن جنگ 4 سال نگه نداشتن تو دانشگاه، 2 ساله گفت ما رو برداشتن بردن رو که یه 2 روز با اون هیچی نداره، هیچ 2-3 روز هیچ گشنگش میمورد. گفت تو راه میرفتی مثلا یه چیزی علفی رو احساس میکردی، مثلا میشه خوردش اگه میدید اون پوستمون رو کنده بود. میگفتن نهار مرغ داریم، گرسنه این کشیدی راه هم رفتی خسته کوفته تو کردستان، گفتن نهار مرغ داریم. میگویده میدنه چیزی اومد سبدای گنده ای توش، اون مرغ محلی رو ول کردن رو کوه، گفتن 1 روب دیگه به صف باشید، نه فندکی نه چاقوی نه مرغه با سالم داریم این دومه چی کارش کنم اینا؟ گفت برای فکر بکن دیگه، گفت ما دنبال اینا میدونیم فقط 10 دقیقه اینا رو گرفتیم، هیچ فصلی نشون چی شو زبیش کنم فلان قد گوشگیره میمینیم، میدونستیم با احتمال تا 2 روزی بازی چی بمونه میدونم. خب آقا از همجا عقبیت در میرفته برمیگشته دیگه، من میخوام باشم، میخوام بمونم اونجا دیگه، پاکارم اونجا بمونم. میگه ببین اینه، البته بهتونم بگم به اینا چی میدم، اینا نعیم المقیم، نعمت مقیم. آقا اینجا اقامت گرفتی؟ مقیم شدی؟ نعمت دائمی خال لا زوال له ولا زمهل، نه مستهلک میشه نه. یعنی این زوال داره این مستهلک، این عوضش هم اینه. میگه بدون این اولیاء شما، گفتن بله قبول، فشرت رو شرط هم گذاشتن من خدا، گفتن قبول. تو کدوم تیم میخوای باشی؟ اون دو اینو بگم، حالا نه که مثلا زندگی ما چقدر از اون سختی هم داشته، ما که دیگه اشغال میکنیم از اونجا، یعنی اسمشو داریم میگیم ما کجا یه خار توی پامون نرفته.